درود بر بینندگان عزیز تلویزیون وزین بهار و عزیزانی که این برنامه را از هر طریق مشاهده می نمایند. نظیفه توخی هستم و افتخار دارم که باز هم لحظات مهمان خانه های شما عزیزان هستم. برنامه 53 ادامه برنامه قبلی است. موضوع این برنامه را در مورد ای که چگونه می توان سرمایه دار شد و کدام افراد را می توان میلیاردر نامید و معرفی تعداد از ثروتمندان کشور ما که دارایی هایشان را از طرق غیر قانونی و نامشروع به دست آورده اند اختصاص دادم. پس سوال طرح می گردد که در عصر حاضر سرمایه چگونه به وجود می آید و سرمایه دار به کی خطاب می گردد؟ مرکز مطالعات سیاستگذاری لندن طی یک گزارش 1000 سوپر میلیاردر را در 53 کشور جهان معرفی نموده است. به اساس این گزارش افرادی که در اثر فعالیت‌هایشان موفق به کسب دارایی به ارزش حداقل 1 میلیارد دلار شدند سوپر میلیاردر شناخته شدند. در این لیست نام اشخاصی که دارایی هایشان را به شکل میراثی و یا اتفاقی به دست آورده میلیاردر اتفاقی به دست آوردن و میلیاردر شدن وجود ندارد. افراد این لیست کسانی هستند که با تلاش، پشت کار و خلاقیتشان سوپر میلیاردر گردیدند. باید گفت که این سوپر میلیاردرها برای جامعهشان نهایت مؤثر واقع شده و آنها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم میلیون ها شغل، میلیارد ها دلار دارایی و تریلیون ها دلار ارزش مادی و معنوی ایجاد کردند. در این گزارش آمده است که هنگ کنگ به تناسب جمعیت خود برای پرورش سوپر میلیاردرها جایگاه اول را دارد و کشورهای مثل اسرائیل، ایالات متحده آمریکا، سوئیس و سنگاپور به ترتیب در جایگاه های دوم تا پنجم قرار دارند. عدم موجودیت قوانین دست و پاگیر و سیستم مالیاتی شفاف و کاربردی از فاکتورهای عمده موفقیت مدیران خلاق شناخته شده و جالبی که حمایت دولتی در موفقیت فضای کسب و کار در کشورهای موفق هیچ نقش ندارد. طوری که دیده میشه هنوز رویای این بیان زنده است که هر فرد میتواند با تلاش و استعداد، ابتکار و کم شانس از نظر اقتصادی و اجتماعی به درجات بالا و در جمع موفق ترین افراد قرار بگیرد. سوپر میلیاردرها افرادی هستند که مؤسسات اقتصادی جدید را اساس گذاری نموده و ارزش دارایی آنها حداقل 1 میلیارد دلار است. اینها افرادی هستند که سرمایهشان به اساس تلاش و تحمل زحمات فراوان به دست آمده است. یعنی آنها سرمایهشان را به اساس میراث و یا از طریق راه‌های غیر مشروع به دست نیاوردند. سوپر میلیاردرهای جهان اکثرا سرمایهشان را در ساحات آیتی، تکنولوژی، بوتیک، امور مالی و خرده فروشی به دست آوردند. کشورهایی که بیشترین سوپر میلیاردرها را دارند اکثرا دارای سطح بلند استاندارد آموزشی و تحصیلی، ساختارهای قانونی قوی و باثبات، سیستم مالی شفاف و کارآمد هستند. بر اساس یک گزارش بلومبرگ، خانواده ویلتون مالک شبکه زنجیره‌ای مغازه‌های والمارت ثروتمندترین خانواده در جهان با داشتن 198.5 میلیارد دلار می باشند یا شناخته شدند. ورثه فرانک مارس با داشتن 126.5 میلیارد دلار در جای دوم قرار دارند. پسران فرد کوخ مالکین کوخ اندستری
با داشتن 124.5 میلیارد دلار مقام سیوم را دارا هستند. خانواده آل سعود عربستان با 100 میلیارد دلار در جای چهارم و ورثه بنیانگذار کمپانی مود شنیل با داشتن 57.6 میلیارد دلار در جایگاه پنجم ثروتمندترین خانواده های جهان قرار دارند. هرگاه سرمایه دزداشته سرمایه‌داران جهان و به ویژه کشور عزیز ما افغانستان را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهیم، می توان سرمایه‌داران را به اساس ثروتی که در دست دارند به سه گروه تقسیم نمود. در گروه اول آن ثروتمندان قرار دارند که ثروت و دارایی‌هایشان از اجداد ثروت و دارایی‌هایشان را از اجداد خود به میراث گرفتند. به این معنی که این افراد پول، ملک، دارایی و زندگی مرفع را بدون کدام سعی و تلاش به دست آوردند. این گروه در سطح جهان اولادهای شاهان عرب، سرمایه‌داران بزرگ در کشورهای بزرگ صنعتی و پیشرفته و در افغانستان تعداد این گونه افراد نهایت محدود است. مثلا اولادهای بعضی خانها و یا بعضی بایها و غیره را احتوا می کند. گروه دوم سرمایه‌داران با آن افراد تعلق اطلاق می گردد که دارایی ها و سرمایهشان را در اثر تلاش های خستگی ناپذیر و کار و زحمت به دست آوردند. طور مثال ما شرکت آمازون در نظر می گیریم که شرکت آمازون در سالهای 1994 و 1995 میلادی توسط جفری بزوس ایجاد گردید. جفری بزوس کسی بود که آمازون را بنیانگذاری کرد و در سمت مسئول اجرایی این شرکت فعالیت میکنه. یکی از قدرتمندترین رهبران تجاری و تکنولوژی در جهان است که فعلا ارزش دارایی های وی به بیشتر از 114 میلیارد دلار رسیده و میتوان آن را در جایگاه سیومی شخص ثروتمند آمریکایی قرار داد. جفری بزوس در سال 1994 میلادی تولد شده سال 1964 میلادی تولد شده و از همان دوران کودکی از استعداد خارق‌العاده برخوردار بود. در سال 1994 بزوس در مقاله مطالعه میکنه که وب در یک سال معادل 2300% رشد کرده است. این مقاله وایرا شگفت زده نمود و متوجه شد که باید راهی برای سهیم شدن در این رشد را پیدا کنه. لیست از 20 قلم جنس که به بهترین شکل میتونه آنها را به صورت آنلاین بفروشه تهیه میکنه و سپس به این نتیجه میرسه که فروش کتاب بهترین گزینه است. جفری بزوس با وجود داشتن یک شغل و مقام عالی در یکی از مؤسسات سرمایه گذاری تصمیم به ترک این شغل و شروع به آغاز وبسایت خود نمود. وی بعداً در این مورد چنین بیان میکنه: زمانی که استراب و تشویش های فراوان دارید، با موارد کوچک ممکن است راه خود را گم کنید. پیش خود گفتم شاید زمانی که 80 ساله شوم افسوس بخورم که چرا در سال 1994 وال استریت را در وسط سال و در بدترین وقت ممکن ترک نمودم و با پاداش هایی که می توانست به من تعلق بگیرد پشت پا زدم. اما در حقیقت ای است، یا همه حقیقت ای است که وقت 80 ساله می شوید این چیزها دیگر برایتان مهم نیستند. شاید اگر در هیاهوی به نام اینترنت شرکت نمی کردم بیشتر افسوس می خوردم، چرا که از نظر من در همان زمان این موضوع به یک انقلاب دیجیتالی تبدیل شده بود. زمانی که چنین به موضوع فکر کردم تصمیم گرفتن برایم بسیار آسان تر شد.
جفری بزوس در سال 1998 میلادی به یکی از اولین سرمایه گذاران در گوگل تبدیل شد. او 250,000 دلار در گوگل سرمایه گذاری کرد. آل از یکی از سرمایه داران کشور عزیز ما نام میبرم که به نام آقای نورمحمد فیض است که فعالیت های تجارتی را با $100 آغاز نمود. در اثر تلاش و خدمات فعلا به میلیون ها دلار سرمایه دست یافته است. وای جهت ادامه تحصیل با استفاده از یک بورس تحصیلی در رشته حقوق به جمهوری ازبکستان فرستاده شد، ولی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان بورس تحصیلی وای لغو شده و جبران وارد بازار کار شد. وای فعالیت های تجارتیش را در بخش دستفروشی در بازارهای کوچک ازبکستان آغاز نمود و با پشت کاری که داشت توانست فعالیت های تجارتیش را توسعه دهد. وای با ورود به افغانستان در سال 2001 میلادی فعالیت های تجارتیش را در داخل افغانستان در بخش ساختمانی آغاز کرد که شرکت ساختمانی وی در کشور صدها میلیون جاده های شهری را بنا نموده است. دسته سیم سرمایه داران با آن اشخاص و یا گروه ها نسبت داده میشه که دارایی و ثروتشان را از راه های غیر قانونی و نامشروع به دست آوردن، یعنی ثروتشان بدون کدام سعی و تلاش به دست آمده. این گروه پول را از طریق اخذ رشوه، خوردن مال مردم، سودخوری، جعل و اختلاس، قتل و قتال، معامله کشور و دارایی آن با خارجی ها، فروختن مواد مخدر، کارهای نامشروع و ده ها موارد دیگر به دست آوردند. در حالی که مردم کشور عزیز ما در فقر مطلق زیست می نمایند، اکثر افراد شامل این گروه در داخل و خارج از کشور دارای زندگی نهایت مرفه، آرام و آسوده بوده. کشتی هایشان در بحرها و تیاراتشان در هوا در حال فعالیت می باشد. اولاد های این گروه در اماکن زیبا زندگی نموده و در بهترین و مشهورترین دانشگاه های جهان مصروف آموزش بوده و بعضی از آنها در جاهای زیبا و مقبول با پول حرام پدرانشان که بدون زحمت سعی و تلاش به دست آوردن مصروف عیاشی و خوشگذرانی می باشند. ما صرف از یک تعداد افرادی که مربوط به دسته سیوم سرمایه داران در کشور ما می شوند نام می برم و به توضیح ای که آنها چگونه این سرمایه را به دست آوردن می پردازم. یکی از شیوه های ثروتمند شدن در کشور عزیز ما بخصوص بعد از حمله نظامی امریکا و همپیمانانش در افغانستان، غصب زمین های دولتی با وسیله جنگ سالاران و یکی از رهبران جهادی می باشد که در فهرست غاصبان 300,000 جریب زمین غصب شده در ننگرهار نام آقای عبدالرب رسول سیاف و سید اسحاق گیلانی از رهبران و چهره های برجسته جهادی در افغانستان در صدر ای لیست قرار دارد. به اساس اسناد که از اداره اراضی ولایت ننگرهار در اختیار روزنامه 8 صبح قرار گرفته است، به تعداد 1,106 نفر تقریبا 275,856 جریب زمین دولتی را در اولسوالی های مختلف ای ولایت غصب نمودند. به اساس این گزارش زورمندان زمین های دولتی را در ولایت ننگرهار غصب کرده و بعدا آن را مالکیت شخصی خود ساختند. با اساس اسناد ارائه شده، جناب عبدالرب رسول سیاف در منطقه گنده چشمه ولسوالی سرخرود تقریبا 3500 جریب زمین دولتی را غصب کرده است.
روزنامه 8 صبح بیان می دارد با وجود تلاش مکرر موفق به تماس به صحبت با پروفسور عبدالرب رسول سیاف و سید حساب گیلانی نشده است، در حالی که آقای سیاف تأکید می ورزد غاصب نبوده بلکه ناجی مردم افغانستان است. از اسناد اداره اراضی ولایت ننگرهار برمی آید که غاصبین زمین با غصب زمین های دولتی تقریبا 8 شهرک خودسر در بعضی از ولسوالی های این ولایت اعمار کردند. از جمله استاد سیاف در ساحه غرب شهرک افسان یک شهرک خودسر به نام خود ساخته است. مسئول اداره اراضی ولایت ننگرهار با روزنامه 8 صبح بیان نموده است که در ولایت ننگرهار صدها هزار جریب زمین دولتی غصب شده که در لیست غاصبان زمین 20 فرمانده ارشد پیشین جهادی و مقامات حکومتی نیز شامل هستند. با وجود ارسال گزارش و فهرست غاصبین زمین به ادارات مختلف دولتی و ارگانهای مربوطه، هیچ گونه اجراءات در این مورد انجام نشده و سکوت اختیار نمودند. به اساس گزارش نشریه حزب همبستگی افغانستان، آقای سیاف مالک 8 کشتی انتقالاتی در بندر کراچی و برخی کشورهای عربی است که بیشتر به منظور کار و فعالیت قاچاق مواد مخدر خریداری شدند. قیمت هر کشتی 12 میلیون دلار گفته شده که در مسیر آبهای آسیا و اروپا به کار انداخته شده است. زمانی که سیاف به اساس عفو عمومی بعد از 6 جدی سال 1358 از زندان رها گردید و بعداً کشور را ترک نمود، به اساس اظهارات خود از او بجز از یک عصای چوبی چیز دیگر یا چیز بیشتر نداشت. حال پرسش در همه گردد، آقای سیاف این همه سرمایه را چگونه و به چی بهای به دست آورده است؟ شکایات بیش از حد در مورد غصب اموال و دارایی های مردم توسط وی وجود دارد، اما تا کنون هیچ نوع بررسی در این مورد به عمل نیامده است. گرچه در ماه مارس سال 2007 میلادی نیروهای آمریکایی خانه وی را در ولسوالی پغبان مورد تلاشی قرار دادند، اما این اقدام بیشتر جنبه امنیتی داشته و در مورد رابطه احتمالی وی با تروریسم بوده است. بعد از این واقعه سیاف امکانات بیشتر برای انجام فعالیت‌های تجارتی غیر مشروع یافته است. اهالی پغبان با مراتب به خاطر غصب زمینایشان و هم زندانی شدن وابستگانشان در زندان شخصی سیاف به مراجع زیرسلا شکایات و در مقابل پارلمان نامنهاد دست به تظاهرات زدند، اما تهدیدها از جانب سیاف و افرادش علیه آنها بیشتر گردید. مجاهدین دیروز یا گروه‌های تنظیمی با گذشت چند دهه و تجارب آموخته انوز هم از افتخاراتشان نام میبرند، ولی این افتخارات آلوده به خون و تباهی برای کشور و مردم است. از جهاد دیروز مجاهدین تنها چیزی که باقی مانده دست آوردن مقام و قدرت است. عزت و خواسته های مردم کاملا به فراموشی سپرده شده و ارزشمندی های موجود در کشور نابود گردیده است. به اساس گزارش کابل پرس، چند سال قبل اداره مبارزه با فساد اداری فرمه های را با مقامات بلند رتبه افغانستان ارسال کرده و تقاضا نمودن تا آنها دارایی هایشان را در این فرمه ها ثبت نمایند. یک تعداد از این مقامات حاضر نشدند که دارایی هایشان را در آن ثبت کنند. از آن جایی که فساد و اختلاس جزء جداناپذیر حکومت می باشد، اداره مبارزه با فساد نیز با مراکز
یا بر مرکز دیگری برای اختلاس تبدیل شده است. با توجه به گزارشات و اسناد مختلفی که در کابل پرس و بعضی رسانه‌های بین‌المللی نشر یافته، عده‌ای از مقامات در اختلاس‌های کلان میلیونی دست داشته و به ثروت‌های فراوان رسیدند و آنها نمی‌خواهند اثر ازی دارایی‌ها در این فرم‌ها دیده شود. ارگان سیگار هم اداره عالی مبارزه با فساد در افغانستان را نامؤثر و فاقد استقلالیت شناخته و از آنها به خاطر عدم تکمیل این فرمه ها انتقاد نموده است. ثبت، رسیدگی و نشر دارایی های کارمندان دولتی یکی از شیوه های مؤثر و مفید مبارزه علیه فساد اداری در جهان شمرده می شود. اما با تأسف این فرمه ها اکثرا به طور کامل و درست خانه پوری نشده و در بسیاری آنها منبع و مدرک تمویل دارایی ها مشخص نبوده و ارقام ارائه شده برای مردم غیر قابل باور است. طور مثال در فرمه دارایی آقای محمد کریم خلیلی معاون ریاست جمهوری زمان آقای حامد کرزی آمده که پول، موتر، تشبس خصوصی، قرضداری یا چیز دیگر برای گزارش دهی ندارد، در حالی که در جای دیگر ای فرم نگاشته شده که آقای خلیلی مالک 4 نمره زمین سفید در شهرک امید سبز و مالک 1 در بند حولی در شیرپور کابل است، ولی منبع تمویل ای جایدادها مشخص نیست. اداره سیگار هم این نواقص در فرماهای ثبت دارایی را مورد انتقاد قرار داده است. به اساس یک گزارش سیگار، آقای حامد کرزی گرچه فرمه تثبیت دارایی خود را طور دقیق خانه‌پوری نکرده، ولی در آن صرف از داشتن یک مقدار پول در یک بانک آلمانی به طور پسنداز و داشتن یک مقدار زیورات یاد نموده که نه شماره حساب بانکی خود را، نه تاریخ خریداری زیورات را، نه ارزش فعلی و نه هم منبع پول آنها را واضح ساخته است. با اساس گزارش سال 2015 میلادی مجله پیپل ویت منی، آقای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را در مقام اول 10 سیاستمدار پردرآمد جهان قرار داده. در این مجله آمده است که آقای حامد کرزی مالک میلیون ها دلار دارایی می باشد. طبق گزارش این مجله آقای کرزی به طور متوسط 82 میلیون دلار سالانه به دست می آورد. همچنان آقای حامد کرزی چندین رستوران به نام زنجیره غذایی کرزی برگر در کابل و تیم فوتبال عقابان قندهار می باشد. بر علاوه آقای کرزی در بخش صحی هم سرمایه گذاری های نموده است. سوال طرح می گردد، این همه ثروت و دارایی از کجا به دست آمده است؟ بعد از فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، حکومت ایالات متحده آمریکا تا کنون میلیاردها دلار را به خاطر بازسازی افغانستان کمک نموده است که در اثر موجودیت فساد گسترده در ساحات مختلف بخش اعظم این کمک ها حیف میل گردیده است. طور مثال اگر وضعیت مالی دو خانواده پوپل و کرزی را قبل از سال 2001 میلادی بررسی نماییم، اعضای این دو خانواده که سالها در امریکا شغل رستورانداری داشتند و وضعیت مالیشان بر همه آشکار بود، فعلا مالک ده ها ویلای گران قیمت در جمیره هستند. یکی از این ویله ها با ارزش 90 میلیون پوند توسط خانواده کرزی خریداری و یا اشغال شده است. جمیره جایی است که افراد مثل دیوید بکهام، فوتبالر انگلیسی، مایکل شوماخر، قهرمان معروف مسابقات فرمول 1، براد پیت و انجلینا جولی
هنرپیشگان معروف هالیوود در آنجا زندگی دارند. البته ناگفته نماند حسین فهیم برادر قسیم فهیم معاون ریاست جمهوری زمان آقای کرزی نیز در جمیره و در نزدیکی ویلای خانواده آقای کرزی زندگی میکند. استر محکمه افغانستان در سال 2012 میلادی تقریبا به تعداد 20 تن از اعضای کابینه و مقامات عالی رتبه حکومت را متهم به فساد مالی و دستبرد میلیون ها دلار نمود. آنها در نتیجه امضای قراردادها و خریدهای عمده دولتی به این پول ها رسیدند. ولی طوری که به همه هویدا است، در این مورد هیچ محکمه تا حال دایر نگردیده است. همچنان تصمیم گرفته شده بود تا دارایی های همه مقامات دولتی ثبت گردد و این عمل هم به صورت درست انجام نگرفت. مثلا جناب آقای حامد کرزی مجموعی دارایی خود را $10,000 ثبت نموده، در حالی که به اساس گفته ها دارایی های وی تقریبا به $7 میلیارد و یا شاید هم بیشتر از آن می رسد. هیچ یک از مقامات بلند رتبه که در فساد اداری دست دارند از سوی حکومت مورد تعقیب قانونی قرار نگرفتند. شواهد عینی وجود دارد زمین های فراوانی که در اطراف شهر کابل متعلق به دولت بود توسط زورمندان و افراد بنفوذ دولتی غصب شده و در آن خانه ها و شهرک های مجلل بنا نمودند، در حالی که هزاران عودت کننده که از پاکستان و ایران به کشور بازگشت نمودند بدون سرپناه هستند. حال شما فکر کنید با این وضع موجود مردم ما چگونه بر رشد اقتصادی خود خوشبین باشند؟ و یا عودت کنندگان ما با کدام علاقه دوباره به کشور بازگردند؟ نه مقامات دولتی ترک فساد می نماید و نه ارگان ها و سازمان های قضایی کشور توان محاکمه ای افراد فاسد را دارند. طوری که گفتند ترک عادت موجب مرض است، بنابراین ترک فساد از سوی مقامات افغانستان برای آنها موجب مرض است، زیرا کسانی که طعم شیرین پول را چشیدن دست از فساد بر نداشته و هرگز حاضر نخواهند شد تا ثروت دست داشته ایشان را ثبت کنند و یا از این پول ها از پول های باد آورده صرف نظر نمایند. یکی دیگر از افرادی که از هیچ به میلیونر تبدیل شده است آقای عطا محمد نور والی سابق بلخ می باشد. به اساس گزارش روزنامه محور، آقای نور سرمایه ملت را از طریق عواید گمرکات و امکانات حکومتی دیگر از آن خود ساخته است. این نشریه به اساس معلومات اداره املاک مزار شریف نگاشته است که والی بلخ صرف در شهر مزار شریف مالک بیش از 500 جایداد با قباله شرعی می باشد. این جایدادها به نام خودش، خانمش، پسرانش و دخترش ثبت شده است. علاوه بر این شرکت بزرگ را در هند هم خریداری نموده است. فهرست دارایی نشر شده جناب عطا محمد نور در این روزنامه که نشر شده من خدمتتان یک قسمتش ارائه می کنم. شرکت شهرک خالد بن ولید، این شهرک که دارای بیشتر از 6000 نمره هست، هر نمره آن با قیمت $8,000 الی $20,000 و یا هم بیشتر از آن به فروش رسیده است. 200 نمره این شهرک با داشتن موقعیت اعلی را به خود تخصیص داده است. باختر مارکت دارای 200 دوکان، مارکت بادام نزدیک استادیوم سینا، مارکت سابق عجب خان که بیش از 500 دوکان دارد، نور بزنس سنتر که 8 طبقه و 100 دوکان دارد،
مارکت ادویه فروشی مقابل شفاخانه، کلینیک لایزری نور، شرکت تیل نور، شهرک میترانور که بیش از 400 خانه دارد بله. مارکت در منزله مقابل شاروالی مزار شریف، شرکت ترانسپورتی میترانور با بیش از 300 موتر باربری کاماس، مارکت آریا با بیش از 1000 دکان، سرای میترانور، پمپ استیشن های خالد نور، خانه 4 طبقه ای به ارزش 2 میلیون دلار که فعلا در آن زندگی میکند، مؤسسه خصوصی آریا مزار شریف که احمد ضیای مسعود نیز در آن شریک است، شرکت سرکسازی خالد نور، شفاخانه های مولانا جلال الدین و الفلا، مارکت سینافر با بیش از 400 دکان، ذخیره های تیل در شهر حیرتان، شرکت وارداتی تیل به نام انترنشنال، شراکت با نبی زاده، تلویزیون آرزو، یک پرودکشن به نام شمال، تلویزیون مترا، شرکت بیلبورد ها به نام بلیه کا که تمام قراردادهای شاروالی را منحصر به خود نموده و ده ها منازل مارکت ها و شرکت های دیگری که دریافت لیست مکمل آن کار بس دشوار است. همچنان به اساس گزارش تولو نیوز در سال 1396 دارایی های جناب عطا محمد نور چنین بیان شده است: 4 شهرک مستقل، 12 شهرک مشترک، 34 مارکت تجارتی در مزار شریف، 9 بلند منزل در دبی، 24 خانه در ترکیه، 17 خانه در هندوستان و 2 بلند منزل در لندن. این دارایی ها بر علاوه حساب های سرسام آور وی در کشورهای خارجی و داخل افغانستان بود که چند قبل توسط دولت افغانستان بلاک شده که بعد از توافق وی با آقای رئیس جمهور غنی و دادن استعفانامه بدون تاریخ به وی دوباره آزاد گردید. با توجه به وضعیت فساد در جامعه افغانستان، هر یک از سران احزاب و رهبران قومی در چپاول و خیانت به مردم بیچاره افغانستان میخواهند از دیگران سبقت جویند. اکثر رهبران گروه های تنظیمی و متنفذین قومی بعد از سقوط طالبان و روی کار آمدن دولت آقای کرزی به ثروت های هنگفت دست یافتند. با تأسف که این پروسه هنوز هم ادامه دارد، هر کدام بدون کوچکترین توجه به وضع کشور، به وضع کشور ویران و زخمی و مردم رنج دیده ما میخواهند به اساس توان و موقفشان دارایی های عامه کشور را غارت نمایند و از خود میلیونرها سازند. چنانچه در گزارش 11 سپتامبر سال 2019 میلادی به اساس گزارش یک روزنامه مستقل چاپ مسکو که به نام نیزوی سیمیا گزت یاد میشه، در او نوشته شده یا بیان شده که طالبان میتوانند به خانواده خلیلزاد کمک نمایند تا ثروتمند شوند. به قول این روزنامه روی این موضوع در حاشیه مذاکرات امریکا طالبان در دوحه بین آقای خلیلزاد و مسئولین دفتر قطر طالبان صحبت‌های صورت گرفته بود. طالبان ابراز آمادگی نمودند تا 2 معدن منابع طبیعی موجود در داخل افغانستان را به خاطر سپاسگزاری از آماده سازی معامله آمریکا و طالبان در اختیار خانواده خلیلزاد قرار بدهند. منبع تأکید می‌کند که هدف از این 2 معدن، معدن حاجی گک در ولایت بامیان و معدن لیتیوم در هلمند می باشد. به همین دلیل
این افراد در تپ و تلاش هستند تا از روی کار آمدن یک حکومت قانونی و مردمی جلوگیری نمایند. عزیزان گرانقدر، ای بود برنامه امروزی ما. تکرار ای برنامه و برنامه های قبلی جهان اقتصاد را می توانید از طریق یوتیوب و صفحه فیسبوکی که به نام جهان اقتصاد است دنبال نمایید. هرگاه سوالات و نظریات موجود باشد می توانید از طریق ایمیل آدرس تلویزیون وزین بهار برایم بفرستید. از توجه شما عزیزان یک دنیا سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا حافظ. شاد و موفق باشید.